نزدیکترین شخص در زندگیت کیست؟ یک نفر نام بده. چه قسم تعریف میکنی زندگی را؟ این زندگی چی کرده؟ از آریانا سعید بسیار متنفر هستی؟ بله. از آرسی دومتان خوش هستیم؟ نه خیلی. فاطمه جان، برای خودت اول چند دفعه پیشنهاد به ازدواج شده؟ زیاد. کدام بار برات پیشنهاد نکردیم؟ تعالور برات پیشنهاد کردیم. تو به من جانشینی خار گردی. دان ما باز میکنی که از تراز برش شکایت کنم از نیخایم. ترسم آخر زیغم عشق تو دیوانه شود. رسیدیم به جایی که مهمان ماست. تشکر. دیگه میریم، شاید منتظر باشن که کسی برشان صبحانه بیاره، شاید با خیال گارسون بکنن. من تا ماهنگی نشده دوستا. میخواییم چه فضای قشنگ داره گلرسار. کسایی که از خارج از افغانستان هم میاین میتونن اینجا بودو باش کنن، یعنی که جای سلام مهمان ناخواسته خیلی. سلام اجمل جان، صدیت اتفاق میکشی کنید. صبح شما بخیر. صحبتمند بخیر. فاطمه جان رسا از همکارای ماست و مام فرهاد رامکی صاحب. اجمل جان السلام علیکم. ما خودت میریم خود اصلا دزم یاله امیل ازد است. ضبط برنامه است و قرار است که صبحانه را همراه ما نشان. خب من منتظر صبحانه بودم. سلام دوست عزیز، امید دارم جور صحتمند باشین. صبح زیبایتان بخیر. صبح نشر میشه دیگه نه؟ بله، روز جمعه صبح نشر میشه. اگر موافق باشی بریم بالا یک صبحانه نوشون. بفرمایید. نه مهمان است. مهمان مهمان نه مهمان. خیلی دروازه تا رو ما هستم میکنم. چی میگه بالا هست تو؟ دارم چیز زده نشه. بفرمایید. بفرمایید. دیگه مطمئنه نامدی زیاد آمدی. فیوریت ترین هتل ها بگوییم یا رستوران های بگوییم که ما دوست دارم. خب، بسیار عالی. خب بفرمایید، اینجا استوانه نوشان خواد کردیم. این آمدیم دوستا، بازم در کنار ما اجمل جان ذهین، یکی از هنرمندهای بسیار عزیز، دوست داشتنی، رفیق بسیار خوب و در عین حال جوانی که تلاش میکنه کارهای فوق العاده خوب و هنری داشته میشه. هستن و سوالات شخصی و موضوعات دیگر هم رایشون یاد خواد کردیم. اجمل جان اولین هنرمند افغانستان هستی که ما در برنامه صبحانه دعوت کردیم. خوش آمدیم. خیلی ممنون. بخش موسیقی. لطف کردین، مهربان هستین. بازم صبحتان بخیر. صبح خود بخیر فاطمه جان. صبح شما هم بخیر. صبح تمام بیننده عزیز بخیر. امیدوار هستم که یک صبح خوب و خوش و عاشقانه را آغاز کرده باشین. بخیر باشین. اولین سوال می‌خوام بدانم که محفل عروسی را رفتنش در کدام سن و چه زمانه در کجا شروع کردی و چند افغانی گرفتی از اولین محفل عروسی؟ خب چند افغانیش خوب باشه. من به یکی برستم در بیساری برنامه همه بدون پول رفتیم. والا راستی هم. والا بیشک. رامکی صاحب عزیز، اولین برنامه عروسی را که من شروع کرده بودم در مزار شریف بود. فکر میکنم 11 ساله بودم یا 12 ساله. دقیقا معلوم نیست. مقصد در این سال بودم. دیگه مدت 14 سال میشه که به دنیای هنر موسیقی هستم و یک 6-7 سال میشه که ویدیو کلیپ ساختیم و آهنگ جور کردیم و مصروف کارهای رسانه‌ای و سوشال میدیا هستم. اما قیمت ها نمیگین دیگه. قیمت دیگه پشت قیمت اگه دیگه. او را نمیگین اینجا بگوین که تال چقه شده. بله او چقیش هم دیگه به خدا معلوم هست. ایتون هست فاطمه جان پیسه نرمنداک هست. دیگران تا میگن دیگه ولی زیاد پیسه میگیرن و ساعت شانتیر هست و باز نرمنداک هست دلکلان هم هستن. به خاطر از اینکه در هر مجلسی که ما می داشته باشیم باز از اینکه ما یک شب نشینی هم روی دوستان می داشته باشیم اون پیسه که گفته یکان ما به حساب هنرمنده ترمه میگیم ترمه سر کی بوده کلش مصرف پس سر خود میکنیم. جدی؟ دقیقا دیگه خیصات شما چه خطیره؟ انشاءالله من اگر کدام شب ما برنامه بوده که کدام برنامه شب نشینی غزل بچون به غزل شما علاقه داری یعنی حتما از شما و رامکسد دعوت میکنم. خیلی بینید باید بینید مصرف ها را. خب
از این بگوین که از یعنی امو گفتن که واقعا دل کلان دارین، از این بگوین که در بین دوستی، مهربانی، صداقت و پول کدامش؟ فاطمه جان من همیشه اگر بگویم که هیچ وقت پول پرست نبودیم، پول دوست نداشتیم، اما پول یک چیزی است که کل انسان ها نیاز داره برش و نیازمندی هایی که آدم روزانه می داشته باشه یا روزایی که می داشته باشه از طریق از اون میتونه برآورده بکنه. اما هیچ وقت تو در دلم نگفتیم که ولی کاش که ما پیسه دار می بودیم، به خاطر هم تو آمده و رفته دیگه اینه میام از دل کلانی مزگان وقتی تک میشینیم یه تو وقتا شده که مثلا در بکسکم بسیار پیسه زیاد بوده، تو وقتا شده که بکسک بسته خالی بوده دیگه اونو بو وقتا ما خوش بدیم، دو وقتی که پیسه داشتیم دو وقتا ما خوش بدیم. از همه چیز که مهمتر دوست خوب، رفیق خوب، فامیل دیگه او که در کنار آدم باشه باز پول چیزا جا نه یقینا پول چیزی که پول داشته باشه یک رفیق نداشته باشه که امروز یک دقیقه بشین یک در دل کرده بزنی یک چهار پرسش مصرف کرده راست میگه چی کنی که پول داشته باشی یک رفیق در برنامه تر نو بجه بخواه باز خودش یاد در بجه بخواه آل سرزوی سوال میایم کدام حرکت از دوستانت خودت جدی میسازه، قهر میسازه و یک چند لحظه احساس میکنی که دیگه رها کنم میادم پیش شاید چم راش سوال شما میچگان چیز بنوازی راوکی صاحب همی اگر خود صفتی نکنم پیش ازی که ملندن رفته بودم ما یگان سلسله مشکلات های خود داشتم که مثلا 9 بجه میگفتن 11 بجه میامدم در خواب میماندم یک ذره اوجه که رفتیم کم ست شدیم من به حساب تایم اینا خود تایم که اوشا هم برده برنامه خواستی فکر زمه هش بجه آمدم در دقیقه تلویزیون هم که میرم فکر زمه تایم میرم چون عادت کردیم زیادتر چی بدم میگه یک دوستم برای واده میکنم مثلا میگه 8 بجه بیا خودش باز 11 بجه پیدا میشه 11 بجه میگه یه چیزا آماده نیست خودش میفهمه خود دیگه و دیگه یعنی وقتی که بسیار عاجل کار داشته باشیم یک دوستم تلفن ما جواب نده این کار نکنی از انجینیر صاحب فهیم هست فکر میکنم به خاطر همیشه میگه دو سر خود پر داره خود دو سر رفیق داره جدی تعریف مجموعی از زندگی چه قسم تعریف میکنی زندگی را؟ زندگی به نظر من زیباست آدم اگر به مو زیبایش بنگره بشناسه همون زیبایش هست یگان وقت یگان انسان هاست بسیار منفی باف هستن مثلا هیچ وقت فکر نم همیشه هم میگن که ای زندگی چی کرد آدم با تز زندگی همون چیزای خوبش هست بیاموزه و با همون چیزای خوبش بنگره با چیزایی که خداوند خلق کرده مثلا نعمتایی که خداوند بر انسان داده دیگه اگر پایش یک طرف آنند به نظر من زندگی زیباست اجمل چند فیصد از زندگی فیلیت راضی هستی و نزدیکترین شخص در زندگیت کیست؟ یک نفر نام بگی. از زندگی فیلیم 100% راضی هستم و نزدیکترین شخص در زندگیم فامیلم هست. نه یک نفر در جمع هستم. در فامیل که شد کلی در فامیل از یک نفر ببین اجمل نخواهی که ما خدای را خواسته یک نفر می باشه. در زندگی یک نفر نمی باشه. مثلا من میتونم بگویم مادرم هست. میتونی بسیار سال؟ بیدین از مادر دیگه کسی هم میباشه این حالا خواهی اگه من خود از خود همین سوال ها بپرسم چی جواب میدیم؟ باز من میگم در زندگیم نزدیکترین کس مادرم است خواه؟ خواهی چون رید شبانه زیاد بیرون میگردی پیش مادر نیباشی؟ آنه بیرون رسیت کدنه شما نه من نخواستم که خود درون مسئله شدید نه این خود جواب بوده خواستم که بدانم وقتی یکی از زندگی زیاد نزدیک می باشم برای دو بیسار را زندگی می تانم گاهی وقت دور می باشه اما بازم نزدیک از برد اما تا از برام فکر کنم نمی خواهی پاسخ بدی خب برسن بیا یک صبحانه بگیریم صبحانه گرفتی گاهی وقت در گلدن سال؟ یک دو روز پیش فکر میکنم گرفتیم بله ها شما خمش ها خمین جمعی باشیم دیگه همیشه وقت همیجه هستیم بله ها صبحانه هم خوب فریست خوب بیازو میخوریم بله نه بر ما از ما کس چیز از دبل چارج میشه به خاطر که از لندن آمد ببینیم دبل چارج هم از ما جای خود ماست شما میتونید بیاید با شما هم فری هست جدی بیاین بفرمایید بفرمایید بریم و ای هم صحبانه که ما گرفتیم و اجمل جان در کنار ماست سوالات دیگه که باقی مانده یک یک پاسخ خواد گفت و شما داخلی نظر برنامه رو ببینید دوستان
نظر به وزن تام صبحانه گرفتیم. اول تگگ. حالا درست ما صبحانه اصلا بیشتر نمیباشه که نام بگیرم. دیگه باز کمک میگیرم این بانک رو. در دلم چیز نگرده. نه یعنی سوال شما رو فهمیدم گفتم نظر به وزن تان گرفتم چیز راستی خنده ما دیگه راستی دیگه شما خنده کردید نه خو نظر به وزن مو گپ از من دیگه گپ ناخم شما خنده میکنید او نه مو گپ از ولی زنگ خیر حال دیگه شما کم کم موچی میگم و ابو گری شوخی رو واسه اینال تا آخر برنامه ببینید چی میشه بخیر توکل به خدا خبر شدیم اجمل جان که خارج از یاد دوست داری خبر نشدیم معلوم میشه دیگه بدون از اینکه معلوم بشه اجمل در افغانستان باش اکثرا یک جا هستیم زیاد از خارج یاد میکنه لندن اتر بود لندن اتر بود لندن رفتم در لندن یک رفتم در سوپرمارکت در لندن رفتم در بلدنگ لندن لندن یک قل لندن گفتی که بیخی دلی بارد این لندن بد کرد مردم در وقت آن گپ نمیزنن نان تبا کن من آن خورده رسیم من وقت نان نخوردم با سوالای تانا جواب میتم این سوال که به نقصش باشه یال دیگه نان میخوره اگر پیشتر هم نان میخورد نه؟ نه اول دقیق نه خیر است. خب سوال بود در هین. نه خواهش میکنم. نه یک سوال بود که لندن زیاد دوست داری؟ یک چیز برتون بگم بدون شوخی و مزاق کنم. نانم میخوام. نه اول شوخی کو باز باز جدی بگو. من وقتی که از لندن افغانستان میام فکر میکنم که من سر میده است. وقتی که از افغانستان پس طرف لندن میرم باور به خدا کنه که دوباره جای نگفتم حالا من گریم میگیره داخل طیاره. قدر من وطنم دوست دارم. و وقتی که شما از وطن برای این مسافر شوین موضوع بی خیزیاتر قدر وطن سرتان میه خب یک سلسله مجبوریت از همیال دوستایی که برنامه را میبینن کسایی که دو طرف مرزها هستن میبینن برنامه را کسایی که دو طرف ها زندگی میکنن فکر کنید هر قدر که امکانات داشته باشن در داخل اگران قفص هستن وقتی که داخل وطن میان می بوی وطن را میبینن می آب و هوای وطن را حس میکنن می یکان افغان خود میان بیر بارک میبینن یکی زنده میشن چرا بسیاری مردم که در لندن زندگی میکنن زیادترشان استرس دارن به خاطر اینه میگه پای هستن دیگه فضا زیاد تراجید نشه افغانستان هم زیاد دوست دارم یک گریه که ما بدانیم واقعا زیاد در چهار سال که ما لندن رفتیم در چهار سال زیادتر کشورهای اروپایی را گشتیم در مجموع شاید یک دو سه کشور از پیش مانده باشه اما هیچ جای به افغانستان نمیرسه ما باز اون شخصی تا کار ندارم هیچ مربوط من همیشه سوالی که میخوام پرسان کنم چیزی که برام نوشته کردن کردی سر گفتن دقیقا روزی که به با بار دوم آرسی کردین کدام روز بوده از آرسی دوم تان خوش هستین تانوس خو آرسی اول نکردیم خو آرسی اول نکردین خیر نه تانوس آرسی اول نکردیم جانی را تایم یار ول نوشته کرده نه فهم چرا اتک چی میگه لالا و از اون فاطمه جان مردم ما نام خدا چیز هستن یک تعدادشان البته زیادترشان نه زیادتر یک ذره پشت گپ هستن من چند روز پیش در یک صفحات اجتماعی دیدم که یک کس نشته کرده بود که آرسی اجمل زین در کابل هنرمند شرافت پروانی به مو خاطر به مو خاطر هنرمند شرافت پروانی ما به یوتیوبرایی که یک می کارا را میکنن ما برشان میگم از اون کدر کانتنت خوب بسازین مثلا یک برنامه که اجتماعی باشه یا مثلا ورزشی باشه یا یک برنامه که حداقل آدم از اون چیزی یاد بگیرن این کار به نظر میسا کار نادرست است کار اشتباه است که یک هنرمند خودش خبر نداره عکس زورا میگیرن تو شاپ میکنن باز یک عکس خانم ده پلیس استاد میکنن باز میگن من امروز آرسی ازی بودم هنرمند به خاطر یک چند روپه به نظر من از این کده دیگه بسیار کار اشتباه است از این کده زار بخورین هم تراسی برات باز خانم من رنگ چاق کتم آه، بخورم باز گفته این چک چاق کده ولی اوش بر صورت مشکل ندارم اگم گپ ایست که چرا یک چیز دروغ اینا نشر میکنن دیگه خوب است یعنی آرسی اول هم نکردین این موضوع رو یاد کردیم که ما هم براتون بگوییم که هنوز آرسی نکردیم بخیر به من نزدیک آرسی میکنم بخیر در لندن باز هم تان خبر میکنم اوه میفهم که ما لندن آمده نمیداریم چیز آوازه ایست دیگه خب باز خیر است برمک من باز براتون دعوت نمارو اپورتی ها اینجا در کابل بگیریم بسیار خوش میشه خب اجمل اگر قرار می بود در یکی از ارگانهای دولتی یا یک مثلا وزارت معارف کار میکردی معلم میبودی و 8000 افغانی ماهانه معاشت میبودی این 8000 افغانی را چگونه به یک ماه خرج مصرف خودم میکردی و فامیل هم برش خرج مصرف میکرد رامکی صاحب من در زندگی خود یک قانون دارم اگر در جیبم 100 دلار باشه 50 دلارش پیش خود سیوینگ میکنم 50 دلار دیگه شم مصرف میکنم اگر 1000 دلار باشه 500 شم رقم مصرف میکنم اگر 8000 افغانی باشه 3000 شم مصرف میکنم دیگه شم پیش خود نگاه میکنم مطابق جیبم
کار میگیره. مثلا مستگان کسار نیستم که در جیب مگه 6000 روپا بیامیم برو بیاد که آمد ما یک شهر خرج کنم و در فکر سبا نباشم. باز دو آدم بسیار پسرفت میشه، در زندگی پیشرفت نمیکنه. اگر میخواید در زندگی پیشرفت بکنی هم به آرزوهایت برسی، باید از یکمک کار نفس وقتی که پیسه نداشتی یکمک سر نفست کنترل داشته باشی که یگان چیزایی که مثلا میخواید برش بگوی خیره. گفتیم و فلم چیز میگه بوی آل از ویل پس هم خوب میشه باز. خب بیاین راست بگوین تا حال تا بیش از ایک راست قرار در متوجه بودی ناتو مجال طرف مسئله داشت گرد ما گفتن کنم متگرد بسیار جالب توضیحات داد. نه آخر شاید گفت که همه چیز خوب میشه را من رفتم که همه چیز خوب شد بخیر خوب شد. اجمل بیا اگه آهنگ بخوان باز باز به سوال خودت پاسخ بگوی. سوال تا میشه مطرح کنیم باز بعد از آهنگ؟ نه بانکی بخورن من خدای رقم زده رئیس نمیده خوبی خیلی قتل شکشید کشمش نخود داره باش که در شروع برنامه سرمک دانه گفت نگو برابر باز نان گرفتی آن در گوش کده برا ایرم بخفات مجان فیلم نیمیسا خواهده داره باش چای بیارم باش که یک چای بیارن یک چای یک قابلیان بیارن در پاس چی کنیم ما میشه و خوراک میاییم ما خود دوازم شاید بسیار کم تفاوت داشته باشه من بایم خدا خوراک چند کیلو هستین؟ ما شاید باشیم حالا ما کی پیش از برنامه یک بوش خواب خوردیم یک 28 کیلو شاید چند کیلو هستین شما؟ چند؟ شما چند کیلو هستین؟ ما 55 نه خیلی من شما که زیاد هستم یک 10 کیلو شما که زیاد هستم من 55 والا لاغری بسیار خوب است به خاطر دو طرفا کس کس که من وقتی که لندن رفتم خوب بسیار لاغر بودم راستش بگم 54 کیلو بودم بوزه اوجا کلاگی میگه میفته که تو چه چاق میشی من گفتم نه خواهد چاق شم مرا چی چاق ساخت می لاکداون که ما بودیم خب برنامه یا نبود نان بخو خوک و جیمان بسته بود ورزش هم نمیتونستیم بکنیم باز این کمک خوب است نیکو مکای برنامه دکم بسیار خوبه چاق قبول میگه نه برم چی تو میگه خب نه یا تو خنده میکنی خنده مرا خنده میگیره که مجمل عزیز بسیار خوش میشه مجمل که میبینم واقعا احساس عجیب بر من رخ میده. اجمل چون یک بچه فوق العاده دوست داشتنی است. باش رو کرده کی؟ خب بشنوی واسه ما. زنده باشی واسه ما. خیر چای خب بیار یک بوت بوت. خیر است تک نه اول. بدون چای؟ آ بدون چای. یکی از آهنگای ما است که میگه متلش میگه مرا غمگین مکن در زندگانی که روز میروم میروم به من بمانی من اخه کرده من جنگ نکنم برنامه یک روز میرم و فنا میمونی بارن که دیگهش مانده ما خودت بسیار دوستای سمیر دیگهش مانده میگه تو به من جان شیرین خار گردی به هر یک تار موی هم زار گردی واو 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 تو را ای مثل گل ها دوست دارم خدا داند که تا ها دوست دارم منم ماهی دل تنگ جدایی تو را مانند در یا دوست دارم منم ماهی دل تنگ جدایی تو را مانند در یا دوست دارم مرا غمگین مکن در زندگانی که روز می روید به من بمانی تو به من جان شیرین خار گردی با هر یک کار مویم زار گردی La 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 agar me shod jawa nira kharida bahar na hai ke me شد می خریده ولی با یاد روی زندگانی بگشت قامت سرم خمیده ولی با یاد روی زندگانی
گشت قامت سروم خمیده. مرا غمگین مکن در زندگانی که روز می رود به من بمانی. من از تو دولتا دنیا نخواهم، من از تو نقره و دلا نخواهم، فقط یک لحظه درمان دل شو که بی تو زندگی رسوا نخواهم، فقط یک لحظه درمان دل شو که بی تو زندگی رسوا نخواهد. مرا غمگین مکن در زندگانی که روز می روم به من بمانی. کجا رفتی؟ طرف نبودی اینجا. واقعا احساسی که درون آواز اجمل است یک احساس فوق العاده است. نمیتونم که زیاد در موردش بگویم، اما قدر میگم که انجریت سالهای سالم تو تازه باشه و تراوت و فریادم همیشه استوار بمانه. بله خیلی واقعا عالی بود. حالا بریم سر سوال ها. بگنیم سر سوال ها راست شد بگید که تا حال چند بار براتون پیشنهاد ازدواج داده شده و چند بار خودتان دادین که رد شده؟ راست شد بگم دیگه. آه دیگه خیلی گورو کردم انتا. بله خود نامایشان رو نمیگیریم که کی بودن، از فامیلای خودمان بودن دیگه. بله من رد بخاطر ازی کرده بودم، بخاطر که من روز خورد بودم میخواستم که درس بخوانم و به کارهای هنری ادامه بدم. ازدواج خوب است، میش آدم میتونه بکنه دیگه. فکر کنم شاید اگر مبالغه نشه شاید اگر 20 بار یا 10 بار اما کسایی که رسما آمدن خواستگاری خواستگاری والا و من یک قمه احساس کردم خودت امیال از این دوستان هستی یا گیبی هستی والا آنگه راستش راستش اگر بگو دیگه رسما این رقم میره قم نگه در خانه ما آمده باشم خیانه همونتی یک بشاره رساندن که ما فامیل روان میکنیم. فامیل روان میکنیم یا فامیل روان کنیم؟ فامیل روان میکنیم. خانه شوخی کردم یک پنج شش بار بوده، شاید از یادتر از اون که خواستن که مدت ازدواج بکنیم، باز من خودم نخواستیم. خب برعکسش هم پاسخ بده، چند نفر را پیشش خواستگار رفتی و خودت قبول نکردی؟ بله ما پیش زیاد نفر خواستگار نرفتیم، پیشم یک نفر خواستگار رفتیم، یک ده دفعه شده نشده باز میشه بخیر میشه گفتم عروسی نزدیک است بخیر خبرتان میکنم. خب بسیار من خواست اولایتان شخصی است ولی خیلی باش خودمانیست خیلی خودمانیست اینال خیلی کار ما میکنم که برنامه تان جالب شد یک چند دقیقه ما گرداننده میشم شما مهمان بفرمایید بیا از آخرین مهمان هستن ما برای شما هستیم. آخرین برنامه صبحانه است، شما میتونید که سوال کنید از فاطمه جان. فاطمه جان برای خودت اول چند دفعه پیشنهاد ازدواج شده و چند دفعه خودت پیشنهاد ازدواج کردی؟ هیچ وقت دختر هیچ وقت پیشنهاد نمیدن. نه ترام نه یگان تو پیدا میشه. نه ترام نه ترام نه دیگه. خب برو خیر باشه. ما هنوز پیشنهاد ندادیم به کسی اما پیشنهاد زیاد شده. خب و فعلا مجرد هستی؟ بله. شما چطور؟ ما والا نه پیشنهاد کردیم نه ما بچه های اطراف هستیم به این موضوعات اونقدر روش بحث نمی کنیم نمی دانیم و نمی فهمیم اما میره می فهمیم که تو یک جیدی بیسار اما تو کترایی گفت جیدی کدام بار خو برد پیشنهاد نکردیم جیدی تعامل برد پیشنهاد کردیم جیدی تعامل آخر زمین بچه اینال خوار بیاداریم باید ما خوار بیادار هستیم خیلی در برنامه امروز
رسما اینا را نه ما خود بیادر هستیم باز اجازه بده حالا من رسما اینا را به یک دونه راکی میگم بیارن بسک و در سازی که شما خور بیادر صحیح نه یک موضوع دیگه نه تیر من نمیارم بس میگم سازی سوال شخصی کنه دیگه زو من گرم اومد باشه یک شب دیگه بخوام اولین برنامه را همراه باز محمد مبارز داشتیم ورزشکار مبارزات آزاد خب تاپیکا چینج کردی خب ما حال میایم سر کجا سر خوری بداری و هم موضوع خود تا میگم مفتک بیاین یک کار میکنیم امی شما دو نفر باید دیگه میخوانین این امینج شما تا را بکنیم خود در برنامه اول در برنامه اول همین موضوع را گفت در برنامه آخر هم خود در همین موضوع را میگی یک کار میکنیم که ما خوار بیادر بسیار خوب جور میایم نه دلتان چی میگه دلتان چی میگه بیا کمی یک کار بکنیم نه دیگه هنرمند تا نمیرم من والا رایگان میخونی خیاجل یک عروسی کنیم نه بیا تو چی دای عروسی کنیم یک چی دای مبارز هم میگه فینیم اینجا براتون بوک میکنم همینجا براتون بوک میکنیم با هر کن برا مالا مبارک کنم خلاص قبول هست کلا مبارک برا براتون آلا میشه که اینو نفر خدا بیارم من نفر خدا بیارم هم دو شد والا خوبش میشه والا بیشک والا بیشک خیانه ای که دارین دگر کدام تانه یک نفره نه خب پیدا میکنیم خودت در مفل عرصی فری بایی و باز محمد بارز مصرف مارک نخواهد من اینکه پیدا میکنیم از شوخی میگذاریم خداوند کلگر خوشبخت بسازن آمین ما دعا میکنم که همچنان کلگی گشت کلگی زگر یک دست بکشیم بازم کلگی گشت کلگی زگر فاطمه جان همچنان خودت همچنان همی همسر زندگی به نظر ما یک کار بسیار مشکل است انتخاب کردنش یک کسی که به خاطر کل زندگی که همراهش می باشی باید از یک کسی باشه که از هر لحاظ هم او طور قبول داشته باشه هم خود طور قبول داشته باشه یقینا دیگه خوشبخت همون کسی است که همسر در نصیبش شوه و همراهش باشه موافق هست اجمل بیشتر در کابل می خندی یا در لندن چی یک سواله و با... چی یک سواله چی یک سواله راستی کجا بسیار خوشتب و خوشوی می باشی؟ نه سوالت خوبش بود من تو یک شوخی کردم که باشه کم خنده کنیم ما ولی راستی بگویم بیشتر در افغانستان به خاطر دوستای بسیار نزدیک که می باشه مثلا خودت دیگه دوستاویا اما خنده هم رای هر کس هم دیگه ایجا که اگران می باشیم شوخی می کنیم یکان شب نشینی می داشته باشیم باور کنین ات شبا میشه که ما 8 شب میشینیم موسیقی میکنیم تا 12 را بعد از 12 که خنده است تا 4 صبح قدر ساعت مطیر میباشه دل است نه وقتی که دلم رای کس بخونه باز لبخندم تو اوتوماتیک خودش میاد میگن در زمان طفولیت بسیار شوخ بودین و همچنان تنبل چقدر لحظ خوردین از دست مادر چقدر فامیدی چقدر فامیدون نه فامیدون به چی خوب یک گپ زدی که بیخیم تو راست است رم تنبل بودیم هم شوخ زیاد بودیم والا باز جالب چیز که ما در پاکستان مکتب خواندیم تنبل هم بودم باز هر سال اول نمره بودم من بخاطر من معلم ما زیاد دوست داشتن به خصوص هم سرمعلم ما او من تنبل بودی هم من تنبل بودم من سرمعلم صاحب از همون تنبلای چیز بودم از همون تنبلای شوخ و تیز چالاک واقعا از همون تیزی و چالاکی میدیدن برو می مجمل کتاب اومده کتاب رو تقسیم بکو یا مثلا برو این کارو بکو کارو بکو دیگه دونه مو گپ ما خو نه اول نه نبودی نماینده سن بودی ما مصروف ساخته بودن که ما جای کار هستم خو همینجا اگر روز همینجا ششتم بخش پیش گپ بچدم همین امرا انجینیر سر شتگی بودیم بچا اینجا گفتم ازی برین نازو برین نازی برین انجینیر گفت ازی بود من تو جمعون خود تعیین نمیکنم دیگه اونجا ما فکر کنم ماون مکتب بودم ماون مکتب بودین خب من تصمیم دارم خود تا ماون تعیین کنم درست است ماون فاطمه جان میخواش بود خدمت اجمل یک صحنه را میخوایم نقش ایفا کنی یا ده تمثیل کردن خوب است یا دیده ایمت بارها در کجا تمثیل کردی من؟ یکی ما دیده ایمت بارها نه من خاطر که یک ویدیو گه که در یوتیوب دیدیم یوتیوب خیام رنگ ما سمون نفره؟ نه بس شرافت پروانی که او هم ده آهنگ شه زمزمه میکن باز تو هم ده غصه شکل میگنه باز خودت هم ده غصه شه بسیار مقبول پس دوباره امرای ما شوخی میکردی و صحبت میکردی میخوایم حال یک نقش شفا کنی مثلا حتما اتفاق افتیده چی باشه سوژه ما سوژه رو برد میتونم حتما اتفاق افتیده که یک دختر خانم خودت دعوت کرده باشه در یک رستوران که بیا مهمان ما هستی و بالاخره امرایت نان خورده باشه قصه کرده باشه چای نوشیده باشه و در آخرین لحظه خودت
پیشنهاد داده باشه که بیام رای مرسی کن. خب باید اصلا در کار ما بکنم. برش چی گفتی؟ خالی یه خوی کار را باید از دختر خانم بکنه دیگه، بخاطر گومه را خواسته. نه تو برای ما پیشنهاد میتن. پیشنهاد خود داده خلاص شده. خب ما برزه باید چی بگویم؟ با برزه چی میگی؟ چی گفتی؟ امت اتفاق خواهی نال انتخاب کنین که دختر خانم دیگه از یا خودت که مرد طرفش که سهل میگی خب طرف فاطمه سهل که خیر است یک سهل شاید مشکل ندار. نه برو همی از همی تیر میشیم یک چیز دیگه برتان بازی میکنم. سایز غیرم یار برنامه پیشنهاد چیش خندیسه؟ برو دیگه مثلا نقش سوره باند گاله که جدی شده این من فراد حالا بچه شمی همیشه که بر ما زنگ میزنی میگه اش بجه بیاین آماده سیم تایی که ایچیز آماده نیست ده بجه روز شده همی رفاقت هم قمی اندیالی هم قد اگه امید همی کار دگه نکو بچش من میگم همیشه این بچه ها را که خودت قار میشی از من خفه میشی بیشتر رگفتون بچه ها همیشه بچه یک چیزی بسیار اند پروفیشنل است. نه نمیگم زدی ما رو تو بیاب کردی اجمل جان. در کجا؟ در میروی تصویر. خدا بیابت کنم. ما چی هستیم؟ ما خود یه چیز نمیگم بخاطر میگم بانک یک کمک چی شوی؟ یک کمک در تایم برابر شوی. خب. اش بجا بیام میگی 11 بجا کل چیزی تیشد و ما آماده نیست. حال نال مجبور مدان ما باز میکنی که از ترانسپورت شکایت کنم از نه حال خب بیاری خواهی. نه خواهی. نه خواهی. صحیح شد یا نه؟ بعد از یا لالا کن شخیه پای را گرفت نوی پا من گیرست چای برای من نزد ما این خود اگر من بافیدم خب یک زمزمه که خودت یک بس از خودت چی زمزمه که بخش جون بارا بوک کده باشده مفل یه سایی که چه خفای صد وست هستین سایی کنی رفاقه دوستی یک صدا کسر تا یه خود حالا یک زمزمه میگه از هش بجه که میشیم تا چهار صبح زرمامه خانه. خب یک آهنگ بخون که بشنیم مست باش آرام. نه آرام همه تو باز ببرم تا یک جای بخیر یک لندن نبایی؟ بیان نکنه پاس من دل جان نازه کس دسمال ما بیدینم آه بگی دسمال ده حالا بسمال یکی از آنگای کاملا جدید ماست که مطلعش از ایار ایار ایر در یکی از برنامه جرا کردیم انشاءالا تا روزایی بخیر ویدیو کلپ شمی سازم کمپوز از یه آنگ از داوو هست یکی از دوستایم و شعرش از سورا و سیریت هست موسیقی شما ازبکستان، لندن، ترکیه جور کردیم ویدیو کلیپش به خیر بازدی ریلیز میشم تا یک کوتاه زمزمه برتون میکنم کوتاه نیم، کمال آهنگ کمال آهنگ از اکتو بلی صحیح هستم پیسی شکی میتا فاطمه جان پیسی این نانی که میخوایم پیسی شسته بله ترسم آخر زیغم عشق تو دیوانه شود به خود از خود شوم و راهی من خانه شود آنقدر باده بنوشم که شوم مست و خراب نه دیگر دوست شناسم نه دیگر جام شراب آنقدر باده بنوشم که شوم مست و خراب نه دیگر دوست شناسم نه دیگر جام شراب نه دیگر دوست شناسم نه دیگر جام شراب ای یار ای یار ای دل بر و دل دار تو با منی تو با منی من سوغم خواب ای یار ای یار ای دل بر و دل دار تو با منی تو با منی من سوغم خواب تو با منی تو با منی من سوغم خواب لای لای لا لا لای 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 لا لا لای لا 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 تو با محبوب داری آد سفر من دادا و چی آسوده تو رفتی و منم جان دادا جان یکی بود بطن لیک دوبارش دادا یک شب وصل و یکی در شب هجران دادا جان یکی بود بطن لیک دوبارش دادا یک شب وصل و یکی در شب هجران دادم یک شب وصل و یکی در شب هجران دادم ای یار ای یار ای دل بر و دل دار تو با منی تو با منی من سوغم خواه
دوستای عزیز مقصد ببخشیم که بار اول بود آهنگم چون نو است ما وقت تمرین هم نداشتیم یکان اکوردا یا اگر اشتباه شده باشه شما معذرت باشه مقصد. نه بسیار مقبول می نوازم اکثر نا... یادم خوب مسلکی می نوازم مسلکی کار کرده انسیت موسیقی می خونه درس دیگه یکان وقت هر قدر مسلکی هم که باشی یک کمپوزیشن نو یک آهنگ نو که بار اول میشنوی اکوردها چون فرق میکنه نمیفهمی که در کجا اکوردش برده یکم مشکل میباشه باز بار دوم و سوم میفهمی که نیمه اکوردهاش اینجا میخوره بهتر شده میره بسیار عالی بازم مقبول پس آیستا آیستا بنوازین اگر زحمت نمیشه که بکگراند میوزیک هم بگیرید خیلی ازتان خوشحال میشه چرا بگیرن؟ بکگراند میوزیک خب امورا بگیرن خوش آل میشن ازت خوش آل میشن خب اجمل جان در این قسمت ما سوال میپرسیم شما برعکس جواب میتین با بله و نخیر اگر جوابتون بله بود نخیر میگین اگر نخیر بود بله میگین فقط بله و نخیر از شوربا خوشتون میایم؟ نخیر از آریانا سعید بسیار متنفر هستی؟ بله تنبل هستی؟ مثلا سوال دوستا بفهمن که الان مثلا دوستا گفتن از مثلا نیا میگه از آرمان سعید متنفر هستی اگر ما بگویم نخیر یعنی به معنای زی که بله اگر بگویم بله یعنی نخیر هم درسته دیگه کار خود ما هست این دیگه ها دیگه شما خب این کار نگیرید نه این کار نکنید نه این نکنید دیگه تنبل هستین نه فراد یک حق صبر کن نه رقم نکن باشی با سوار یک جنجال جور میشه نه را جور نه این وار برنامه نه برای کل اگه نه اون چی دست خیلی آرگانایش را بکش کاملا خیلی آرگانایش را بکش کاملا امراید موافق هستم چیزی که شما میگید یعنی بله تا نخیر است نخیر تان بله است سوالات بله نخیر هم جوابات برای خب خیر است سوال بعدی تنبل هستی نخیر زباید سرود خیلی دوست داری؟ نه خیر حال شده در کنسرتی که داشته باشین شعر یادتان رفته باشه؟ بله از موسیقی لایف خوشتان نمی آیا؟ نه خیر صبحانه وقتی بیدار میشین زمزمه میکنین؟ گاهی وقت بله یا نه خیر؟ گاهی وقت نه خیر با خود اگه بمانای بله است اگه خرابی کردیم ناز مکتان کار دارم دست پختتان بسیار بدمزه است؟ بله خب بسیار خوب تشکر تشکر اجمل جان سلامت احساس میکنم که بخش برنامه را خودت ندیده بودی اما یک بخش بسیار جالب است ما میخواییم فقط بیننده های ما و یا هم مخاطبینی که ما رو میبینن یک چند لحظه بخندن کدام موضوع دیگه نیست خدای نخواستنش ما را امروز از ما چند بخندن خب از ما کس نام خدا مردم ما یکان تو هنوزم چی شدن دو تو دو ساعت سوی نرسیدن که سوال ها را درک کنند به خاطر که این ببینن میگه حالا که چی گفتی؟ خلاص گفتین آریانا سعید خوشتان نمیاد نه خب گفتین که خوشتان نمیاد دیگه خب سعید که خوشتان نمیاد ولی مجبور نیست که اگه آدم باید و شاید خوشتان بیاد اگه خوشتان نمیاد تشکر اجمل جان از اینکه حضور پیدا کردین به برنامه زوب چی کرده شما امروز؟ ناخت جنگ مندازین به خدا اینا شما چی شدن امروز شما را دایی؟ مار چیزا شما رو چی شده؟ بگیم خنده داره اجمل جان تشکر از اینکه به برنامه حضور پیدا کردی سلامت باشی زنده باشی در آخر گپ ها و گفتنی های شما را مشنایم آخرین برنامه صبحانه بود خیلی خوشحال شدم که همراه شما این برنامه را داشتم و یکی از دوستان بسیار خوب هستین یکی از هنرمندان بسیار خوب هستین در رفاقت و برادری تان من تعریف شما رو میکردم این گوشت خود رو بیاین بالا قاب میدن نکنم قاب میدن نکنم نمیکنه نیا رو بخوردن از بریم از سر نیا سرش نیست سر نیست این همی نشر میشه اجمل جان باس اید مشکل نیست بخاطر که خودمانی بوده اگه دیگر نیه خودمانی هست بشقاب مکمل نخوره وردارید دست پیشتیش بله خیلی از بانه چگه خورده آفرین تشکر تشکر رو مکی سب از برنامه بسار زیبایتان بیمانه عزیز دوستای عزیز دوستایی که ما را میبینن برنامه خودمانی بود ما اگر از خواستیم که شما همراه ما بخندین شوخی کردیم زمزمه کردیم براتان دیگه خدا کنه که فکر بد نکنین که چرا خنده داشتن چون فراجان کس فراجان دوستی بسیار نزدیک ماست فاطمه جان هم دیگه نو دوست میشیم بخیر بخیر بازوترین فرصت دارستشان مامه خانم بخیر دیگه باز ما پیسه نمیتیم دیگه مشکل نداره سنگ چکه گوش مقصد همینجا وعده دادین بسیار بعد از باز نگه هیچ مشکل نیست اگر افغانستان بودم
نه دیگه افغانستان بودم. اگر بودم تلفنای خود خاموش میکنه میگه به افغانستان نیستم. تشکر میکنم از اجمل، تشکر میکنم از شما بیننده های بسیار خوب ما که همیشه ما رو دنبال کردید، گاه وقت با کومنت های منفی استقبال ما کردید، گاه وقت هم با کومنت های فوق العاده انرژی بخش و مثبت. تا برنامه قرار است که برنامه ما از طرف شب نشر شود با یک نام متفاوت، با یک فرمت متفاوت. بخیر باز ما رو خواهد دیدید. هیچ گاهی از ما خسته نشید، ما شما هیچ گاهی خسته نمیشیم، ولو کومنت های منفی تان را بارهای بارها هم بنویسید. تشکر میکنم از رستورانت گلدن استار که همیشه در قسمت ضبط برنامه ما همراه ما همکاری کردن، هم از پرسونل عزیزش، هم از مسئولین رستوران، از تمامش یک دنیا سپاسگزار هستم. بخیر و از طرف شب ازی با در اینجا بیایم چقدر مقبول بله. تمام لوکیشن هم معلوم میشد بیرون از داخل رستوران و شما میتونین بیاین. در فصل جدید منتظر ما باشین و خدا نگهدارتان. داخل یک آهنگ از اجمل جان فراموشتان نشه، آخرین آهنگ از اجمل میشنیم. خدا نگهدار دوست. جنون ناتمام در رگانم را در دور دست از من سرود ساز می خواهم، من آهنگ سفر دارم، من آهنگ سفر دارم، من گونه سوری.